آقا خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون دارم. من از دوربین از یعنی آینه سیه داره از این آینه با صحبت میکنم. شما از دوربین من رو نها کنید. ما اومدیم شما جاتون خالی دوستان با خانم مهندسه هنرمند دوست دخترم و حالا آشتایی من بهتون میگم چجوری بود باش و اینکه اومدیم شمال با بچه ها جاتون خالی فیلم بردارم یاخچی محمد برای لطفی کنه این فیلم رو از ما میگیرم. اومدیم شمال یه سری مشکل ها با سمون به وجود اومد که واقعا اصلا میگم بختمون رو اصلا اعصابمون رو همه چی خورد شده. میگم در ادامه بهتون قبل از اینکه کلیپ رو ببینید دای کامنت سابسکرایب فراموش نشه و یوتیوب خانم هنرمندم حتما برید سابسکرایب داشته باشید. مهندس هنرمنده. حالا این صحبتی که دارم میکنم کاملش تو کانال خود هنرمنده، باید برید کاملش اونجا ببینید. و اینکه الان این کلیپ رو میخوام بگیرم هم بگم ما چرا اینقدر تو شمال موندیم، چه اتفاقاتی افتاد، هم آشنایی ما با خانم هنرمند واسهتون بگم که چه خبر. شما حرفی نه خانم هنرمند سکوت. فقط سلام میکنم یکم بلندتر سلام میکنم به دوستان اون اطراف دور که جلد میشه. همین دیگه شما شما هچه آره دیگه قرار از دامن خودت بشنم دیگه. هیچی آقا ما داشتیم یارو تو اکسپلور دیگه راست. من خیلی واسه من خدای جدی بود. خدای اکسپلوری نبود دیگه، من رفیقم خب عکاس مهندسه بود عکاس خودم بود بعد از مهندسه هم شات میزد دیگه عکس میزد. بعد به رفیقم گفتم که داداش این کیه؟ یه روز آقا اشتباه کرد از ایشون یه استوری گذاشت ما دیدیم گفتیم آقا این کیه؟ بعد گفتش که الان پیشم هست دختر خوبی و خیلی هم گفتم بگو من بهش مثلا به من پی ام بده. گفتم بگو به من پی ام بده. گفتش که داداش نمیگم بهش اصلا فرق میکنه. گفتم آقا اوکی. یه سری اون موقع بهش گفتم فکر کنم 3-4 ماه پیش بود، بهش 2 ماه پیش بود بهش گفتم. گفتم که بعد بیخیال شدم گفت نه این همچی دختری نیست و دقیق نمیدونم فیلم فابریکی نیست و گفتم اوکی آقا بیخیال شدم. بعد یه چند ماه دیگه گذاشت دوباره با این عکس گذاشت، دوباره من دیدم متاسفانه دوباره من دیدم و خیلی جالب. بعد دیگه دوباره بهش گفتم گفتم داداش میگه من پی ام بده. گفت داداش اتفاقا پیش من خودت بهش پی ام بده. گفتم باشه من بهش پی ام بدم. بهش دایرکت دادم و جواب داد و دیگه شد و دیگه شد. دیگه جاتون خالی هستم آشنایی اینجوری بود. خیلی خوش بود آشنایی مال تا چه کوتاه بود من نموندن از ریز دارم میگم خب بچه ها ریز رو دارم میگم و خب پس اون جالب تا الان که درست بود نمیدونم آره. تا الان نمیدونی؟ تا الان درست بود دیگه خب نه دیده توه دیده من فرق میکنم حالا از دیده شما هم میگم. بعد دوستان داشتم میگفتم چی داشتم میگفتم؟ اینکه آها یه دو سه روزی ما با هم چت کردیم. من به کامیار گفتم آقا اینه یه روز بچین بیاد خونتون عکاسی منم میام هم. خیلی فن قدی زدم باری کرد باری چطور بود نه فنت که قوی بود فن ورودت قوی تر بود کارو جمع کردی ورود زدم میگن همونو میخواستم ورود بزنم حیات اجمالت کشیده خلاصه این چیت با این با خانم مهندس عکاسی و منم رفتم دیگه نمیگم چه جوری رفتم خودش میگه خودت بگو اونجاش زشت هستم تا حالا از این کارا نکردم. اینا رو عدید خودت بگو منم عدید خودم بگم خودم. آره دیگه دیده تو با دیده من فرمون قرار گذاشتی رفتی من گل گرفتم رفتم پیش مهندسه بهش گل دادم بار اول و اینکه آره دیگه اونجا هم رو دیدیم و دیگه از اینجا شروع شد. اول محرم هم بود اگه خودم هم بکنم یاخشی درسته حاجت روا شدی حاجت روا شدی محرم بعد دیگه همین دیگه فقط ذکر نمی کنی چه گلی گرفتی که وقت سوء تفاهم دست گله رو من دیدم آقا خاطر اون میگم. بعد دیگه من تا اینجاش بیشتر نمیگم آقا فیلم بردا چقدر چیه نمو هم من الان 5 دقیقه 11 است خب الله اکبر الله این شد
شد که دیگه اون شب تموم شد و ما کارامون شد دیگه فکر کنم درسته دیگه اومدیم شما این شد که اومدیم شما این آشنایی مون و شمال هم که اومدیم گیر کردیم واقعا ماشینمون رو خوابوندن مهندسه خانم پشت فرمون بود ماشین رو خوابوندن و ما تعلم تو شمال گیر کردیم که به لطف حاج محمد اومدیم کارشو کردیم و تموم شد داریم برمیگردیم بعد یه هفته شما بگو دارم بگم خانه ماله من خیلی طولانیه تا همین جا شو بگو تا همین جا شو بیشتر تا همین جایی که من گفتم خب دوست ما پیش بود یه حرکات من به من گفتش که ما خجالت هم میشه صدامون گرفته گفتش که آره این آقای یه پیام داده گفتش که آره مثلا از تو پرسیده و اینا گفتم که خب الان خب چیز دیگه آدم میپرسن دیگه زیادن اشکال نداره گفت چیکار کنم گفتم خب زیادن خب بنظرم که زیاد آمار میپرسن گفتم خب اینم حالا یه سوال پرسیده دیگه توجهی نکردم تا شد دوباره کامیار بهم گفتش که نمیخوای مثلا گفتم که آخه میدونی چرا شما خودت میدونی بچه خیرتون زیاد بود من زیاد به خدا من اسمم بد نمیشه آره همه میدونن دیگه هر سری مثلا کامیار میگفت میگفتم که نه دستتون درد نکنه من زندگی بیدارم زندگی آروم بعدش الان تو گفتش که نه به نظر من این پسر خیلی خوبیه من یکی دو من همینجا سلام منو به الهام جون خیلی سرسنگین بود اصلا اینجوری که میگن نیست گفتم که خب حالا ولش کن دیگه اصلا دو سه بار بهم گفتن هر سری هم اصلا آدم سنگینی هم نمیدونم چرا هم اصلا باید تقرار شد هر سری هم من میگفتم که ولش کن که زیاد توجهی نمیکرد تا خودت پیام دادی چی شد که پیام دادی ما شهر بازی بودیم دیدم استوری ما رو پیدا کردی به الهام جون گفتم الهام جون گفت خب جواب بده گفتم نه فکر کن یکی از دوستامونم اونجا بود به اونم گفتم اون گفت جواب نده من با اون دوستتو میشناختم من با اون دوستتو میشناختم اون گفت جواب نده گفتم باشه اون دوستت هم منو میشناخت آره دیگه همو دیده بودیم ما آره فکر کنم الان جون گفت جواب بده میگفتم باشه دوستم میگفت جواب داره این دوستایی داشته دست از سر من بره میدارن کاریت ندارن بس بگم خلاصه ما تا آخر شهرآبادی داستان داشتیم یکی میگفت جواب بده یکی میگفت جواب نده گفتم که شما دوتا با هم صحبت کنین هر کدومتون به نتیجه رسیدین به حرف اون گوش میدم دیگه بابا انقدر سر یه پی ام به جهروبت رسیدیم آره بابا اوه چه خبر بود یه داشتی من میریختیم یا حسین آره آینده تو دادی دست دو نفر هر تصمیم اونو بگیرن تو باشه دیگه گفتم جواب میدم حالا بذار ببینم زشت هستم حالا یه سوال پرسیده میگن اغدهی جواب ندارم جواب دادم بعد دیدم که آخه اولین بار اینا رو میشتم آره خیلی بعد جواب دادم گفتم بذار ببینم چی جوری حرف میزنه اگه جلس بود یه چیز میکنم سر بعد دیدم نه به به چه آقا چه سرسنگین چهرم خوراکته بعد رسیدگی میکنم به موضوع یه خوراکته بعد دیگه چند بار از این آقا بازی ها داره برده خب داشتی میگفتی شدم خیلی دیگه کشیده بودم بعد دیگه اومد و
کردن دیگه، بعد پرسجو کردم دستشون درد نکنه، همه هم ذکر خیرت رو برداشت. گفتم یا علی من اینو ببینم یا امام زمان، یه دستشون درد نکنه. بعد فقط الامجو میگفت نه بابا اینا علکی میگن. نه میدونی چی گفت؟ گفت مثلا الام جون سلام. گفت شاید مثلا چیزه اونا مثلا در بگم راحت مثلا گفتش که حالا که چه عدید خودشون دیدن شاید عدید تو فرق کنه دیگه. گفتم باشه الام جون بذار ببینم به حرف شما گوش میدم. بزرگتری که دیدم راست خدایی با اون چیزی که شنیده بودم با اون چیزی که انزدیک دیدم خیلی فرق کرد، چون فوری به حرف الام جون گوش دادیم. آقا دیدین من حرفی ندارم، چیزی هم اضافه نشده، همین چیزی اولی ما رو خودم میشتم. همه فکر میکنم ما چه آدم بدی هستیم. آره خدایی همه خیلی بدی، ولی آدم بدی بودیم. خدایی آقا خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. اینو گفتم همین جوری بگیرم بذارم داخل کانال یوتیوب. این چند هفته که نبودیم درگیری یا سری کارو بودیم، ماشینم که خوابونده بودن دیگه یه هفته. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. کاملش رو داخله